یادی از هنرمندان برنامه بوده که چند هفته گذشته اون رو شنیدید. خیلی ها استقبال کردند و خیلی ها هم ما رو تشویق کردند. بسیاری از مردمی که این برنامه رو شنیدند علاقمند شدند با این هنرمندانی که الان گوشه منزوی شدند و از تمام فعالیت ها کنار گرفتند بیشتر آشنا بشند. و یکی از شنوندگان ما رضا میهنی پیشنهاد کرده که اسم این برنامه رو که در تجلیل هنرمندان قدیمیه بگذاریم سلام بر هنرمند و آدرس اونا هم گفته بشه که علاقمندان بتونن بیشتر از محضر این هنرمندان استفاده بکنن. این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت و از این هفته برنامه یادی از هنرمندان به عنوان سلام بر هنرمند پخش میشه و آدرس این هنرمند عزیزی که این هفته به دیدار او میریم و باهاش گفتگو میکنیم خیابان سعدی، چهارراه سیدعلی، اول خیابان خانقاه. سلام بر هنرمندان. امروز منزل خانم پروانه هستیم و تا اینجای مطلب خونه خانم پروانه هستیم. من میتونم بگم بقیهش باید ببینیم که خونه خانم پروانه چند ساله هستیم و الان چی کار میکنن. خانم پروانه، ما که سلام علیک کردیم، بازم حالا برای شنوندگانمون سلام علیک میکنیم. بله، با کمال میل منم سلام عرض میکنم. خب بفرمایید. بنده هم از طرف شنوندگان میگم علیک سلام. من به اینجا مطلب رسیدم که منزل من شما هستیم. چهل چهار سالم. چهل چهار سال. چند سال از این 44 سال شما آواز خوندین؟ چند سال پیش شروع کردید با آواز خوندن؟ چند سال پیش که عرضم حضورت کنید، والا درست دقیق یادم نیست، اینقدر میدونم که در حدود 22 سال، شاید 20 سال، همچین دو سال فرقش باشه. یعنی حدود 20 سالگی شروع کردید به خوانندگی. بله. یادتون میاد اولین چیزی که خوندین، اولین آواز یا ترانه چی بود؟ اولین آواز من اون بام بلند معروف بود. آها، که هم یادشون هست و اون بام بلند. اتفاقا روزهای عید بود، میدونم دوم عید بود، سوم عید بود، اینطورا. خاطره جالبی هم من از این چه بهتر آهنگ دارم. چه بهتر. عرضم حضورتون که من اینو افغان رفته بودم، این آهنگ تقریبا افغانیه، من یه خود عوضش کرده بودم و شعرهای فارسی گشته بودم روش و ما میخواستیم اینو بخونیم. اتفاقا آقای روحانی عزیزمون، همین گویندهی که تقی روحانی، بله تقی روحانی، ایشون گویندگی میکردن و برنامه ما رو اعلام میکردن. بعد وقتی اعلام کردن و ارکستر شروع شد و ما شروع کردیم به خوندن، خب این ترانه یه خود غیر قنبیل داره آخه، یعنی شاده و رقصانگیز. آره. من شروع کردم بی اختیار رقصیدن، رقصیدم و روحانی خندش گرفت، برگشت گفت بینندگان عزیز، البته اون موقع شنوندگان ببخشید، اون موقع ها خب بیسیم بودیم، بیسیم بالا. بله. ایشون گفتن که شنونده های عزیز، من متاسفم که تلویزیون نداریم که شما ببینیم پروانه اینجا داره چیکار میکنه. همینطور میخونه و میرقصه. خب حالا هم که تلویزیون هست و دیگه ما نمیتونیم برقصیم. خانم پروانه، میتونین یه تیکه از اون اولین آهنگتونه الان همینطوری بدون ساز بدون هیچی واسه ما بخونید؟ بله، چشم. خواهش میکنم. آن بام بلند که میبینی بام من
آن چادر سفید که میبینید یار من است، مردم زبراش از بام بلند بیفتی آوار شوی، وای وای شویت بمیره به غم گرفتار شوی، جانم به فتاد آن بام بلندانا دستمالو به دستانا، آی چشم 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 چشمان مستد یار چشمان مستد. دیگه زیادیش روزا خیلی هم قشنگ بود، بسیارم جالب خوندین. خانم پروانه شما چند سال فعالیت داشتین بعد گذاشتین کنار؟ در حدود 18-19 سال. 18-19 سال. تو این 18-19 سال چند ترانه اجرا کردین؟ نمیدونم، در حدود تقریبا 700 تا 800 تا میشد. یعنی اگر حساب بکنیم که مثلا 20 سال فعالیت هنری 700 تا میشه. آقای نوزری، اولا خیلی عذر میخوام حرفتون میبرم، اون موقع هایی که من شروع کردم اولا با دسته ارکسترای ترکی بود، بعدش هم ما هر هفته میومدیم، من 4 تا 5 یک دفعه مثلا بله. یه برنامه نیم ساعته 4 تا 5 تا من ترانه میخوندم. بله، مثل حالا نبود که بیان یه دونه ترانه بخونن یا یه آواز بخونن و بذارن برن. بله، نوارم نبود. نخیر، و تعداد خواننده کم بود، همین هر نفری تقریبا پایین. تعهد 4 خواننده رو داشت. بله، میمدیم پایین تمرین میکردیم، اول خب آهنگا رو یاد میگرفتیم مطابق معمول، بعد میمدیم پایین 1 ساعت نیم ساعت تمرین میکردیم، میرفتیم بالا زنده اجرا میکردیم. بله، تقریبا شما هفته 2-3 تا آهنگ میخوندیم. بله، بعد یواش یواش ما با مجید شروع کردیم، وفادار شروع بله. کردیم که به فعالیت اونجوری. پس تقریبا اولین آهنگسازی که برای شما آهنگ ساخت وفادار. آقای مجید وفادار. بله. بعد دیگه با کیا کار کردیم؟ با جهانپناه کار کردم و با کی بود؟ خب حالا نمیخوایم فکرتون خسته کنیم، منظور این بود که شروع با آقای وفادار. از آهنگ‌های معروف آقای مجید وفادار که اجرا کردید و سر زبونا افتاد و براتون خاطر انگیزه، کدوم بیشتر یادتونه؟ والا اون مجید، اینو جدی میگم، یعنی بدون اغراق، واقعا آقای نوزری، من مجید و پنجهشو خیلی دوست دارم، عاشقشم. خیلی ها دوست دارن، واقعا ایشون هنرمندن. خیلی ها اصلا عشق میبرزم، واقعا عشق میبرزم. اولا از لحاظ اخلاق روحیه بسیار مرد خوبیه و آهنگاش هم همش برای من خاطر انگیز جالب بوده. حالا یه دونش که بیشتر آها، یکی بود که اون موتلایی که من اگه بخوایم بگین بخون یادم. نه فقط بگین چی یکیش بود. یکیش اون شبهای تهران بود، گلی جان بود. شبهای تهران. خب شما ماشاءالله انقدر آهنگای خوب خوندین که میگم همه یادشون هست، الان تا شما گفتین من هم آهنگ یادم اومد و هم شعرش، و برای همه همینطوره. شما بین خوانندگان رادیو، چه قدیمی ها، پیشکسوت ها و چه اونایی که تازه آمدن، صدای کدوم رو بیشتر میپسندین؟ صدا و کارشون رو. اولا آقای نوزری، تمام اینهایی که هستن گلهایی هستن که بوی به خصوص خودشون دست دارن، هر کدوم به جای خودش. به جای خودش. خب همه خوبن، ولی شما که آدم دوست داره که به حساب از صداش لذت میبره، واقعا من دلکش رو خیلی دوست دارم و روحانگیزم خیلی دوست داشتم. از آقایونم فعلا از ایرج خیلی خوشم میاد، از صداش واقعا بله. لذت میبرم و از خانم همیرا واقعا لذت میبرم. خب شما خودتون از این آهنگ‌هایی که همینو که اسپوردید، خانم دلکش، خانم همیرا، پلو خودتون زمزمه هم می‌کنید یکی از آهنگ‌های خوبشونو؟ گاهی گاهی. کدوم مثلا؟ والا همیرا رو، اون صبرم عطا کنو که آقای تجویدی ساختن. بله. این برای من اون روزی که ایشون خوند برای من یه خاطره عجیبی گذاشت. انشالله که خاطره خوبی بوده. حالا یه خطش رو همینطور نرم واسه ما بخونید، فکر میکنم چیز جالبی بشه. آخه من همینطور زمزمه تو منزلتونه، رادیو نیست، اکو نیست، موزیک نیست، همه اینا میدونی. الان من یادم رفته آخه، الان شما دارین از من سوال میکنین، من الان نیستم. حالا من سکوت میکنم که شما یادتون. نه دیگه، وقت خیلی طولانی میشه. خدایا تو خود این وجود مرا سراسر همه تا
تار پود مرا. بقیهش هم دیگه دارم نام من دیگه یادم. بسیار جان. خب خانم پروانه یه سوالی دارم، نمیدونم که جوابم میدین یا نه. بفرمایید. شما تو این در حدود 9 سال کنارگیری از عالم هنر به چه خاطری بوده اولا و چه کار کردین؟ والا به خاطر اینکه خب همه میدونن دیگه، پاهامو از دست دادم، در یک شب بلند شدم دیدم دیگه نمیتونم راه برم. خب مدت ها خیلی طولانی مالجه کردم تا به این وضع فعلی خلاصه در اومد. بله، بعد برای شنوندگانمون بگم که ایشون قادر نیستن که روی پاشون خودشون بیستن. بله. و همیشه در حال نشسته هستن. بله دیگه. به حساب یه جور فلجیه، یه جور بله لمسیه. بله. بله. خب شما این 9 سال تو این 4 دیواری خونتون نشستین و بیرون نمیاین، چه تفریحی چه سرگرمی برای خودتون درست کردین؟ من گاهی یه چیزایی می‌نویسم، داستان زندگی خودم می‌نویسم و گاهی هم آهنگ‌هایی برای خودم می‌سازم که خب چند تایی ساختم حاضره. شعر و آهنگ هر دو؟ بله. خب حالا میخوام یه خواهشی بکنم. بله. شما خودتون اولا نوت میدونین؟ تا اندازه کم. تا اندازه، یعنی وقتی شما آهنگی رو پلو خودتون زمزمه میکنین میدونم که در اینه، یادتون میمونه بله. که بعدن بدین بله. براتون نوت بکنه. بله. خب حالا یکی از اون آهنگایی که در این مدت ساختین و به نظر خودتون جالب میاد یه تیکش رو برای ما بخونین. بله. میدونستم عشق تو از من میگیری، میدونستم، میدونستم هی به من نارو میزدی، میدونستم، میدونستم تو چشات حال شرمی نبوده، برای من عشق تو به جز رسوایی نبوده. من میخواستم شب بیاد مهتاب بشه، من میخواستم چشم تو پرخواب بشه، خورشید بیاد آفتاب بشه، اون دل چون سنگ تو زرده زرده آب بشه، بچکه هی چیکه چیکه بچکه تموم بشه، بچکه هی چیکه چیکه بچکه تموم بشه. مرسی، خیلی جالب بود، قشنگ بود. حالا من فکر میکنم که حیف است که این آهنگ ها، حالا هرچی هست ممکنه یه ایرادایی هم داشته باشه، بله، ولی هرچی هست ممکنه یه ملودی های قشنگی از تو این آهنگ ها در بیاد. شما فکر میکنم با این دوستانی که دارید، آهنگسازانی که دارید، آشنایی که دارید، زودتر اینا رو بدید براتون یه سرانجامی براش درست بکنن و نوتش بکنن. و ما هم البته، یعنی من از طرف گردانندگان این برنامه به شما یه قول کوچولویی میتونم بدم به سهم خودم، که ما از این آهنگهای شما در آینده تو برنامه‌مون استفاده کنیم، شما رو بیاریم از این 4 دیواری گاهی یه ما دو ما یه دفعه ببریمتون بیرون، بیاریمتون تو رادیو با ارکستر رادیو ضبط بکنید اینا رو، حالا اگر اشکالی هم داره اونا براتون رفع میکنن. و متشکرم. منم تنها فکرم همینه که گاهی خب بازم بیام تو بچه ها رو ببینم، از این تنهایی سرگردانی آدم یه خورده نجات پیدا میکنه. آخه ببینین آقای نوذری، از صبح تا این صبح من تو این خونه نشستم، نه تفریح. بسیار مشکله. البته از این صبح تا اون صبح بیرون رفتن هم مشکله، ما هم که بیرون هم میریم خیابونا، اون هم چیکار آسونی نیست، ولی این یکی هم مشکله. انشالله که به اون آرزوهایی که دارید میرسید. و آرزوی کوچیکی به من گفتید، حالا نمیدونم، همین که میخواهید از این 4 دیواری گاهی بیاید بیرون و برنامه‌های اجرا کنید انشالله. خب در آینده آقای نوذری، بالاخره یه حقیقتی باید قبول کرده و باید باش ساخت، هیچ چاره‌ای هم نیست. یه سوالی که اول باید میکردم حالا ازتون میکنم، استاد شما کی بود؟ شما پیش کی خوانندگی یاد گرفتید؟ والا اون اولا که من عشق پیدا کردم به خوانندگی، رفتم اول پیش آقای منصوری. آقای منصوری؟ بله. مرحوم منصوری البته. بله بله.
و یه مقدار با ایشون دستگاه ها رو تمرین میکردم. بعدش هم به آقای وفادار برخوردم. بله. پس استاد اول شما مرحوم منصوری و کسی که یاری کرد به شما در خوانندگی آقای مجید وفادار. بله. شما چطوری متوجه این نکته شدید که صداتون خوبه و میتونید خوانندگی کنید؟ والا متوجه نشدم، اما میدیدم که گاهی خودم با خودم زمزمه میکردم، فکر کردم که خب بالاخره نه اون که نمیشه، هر کسی یه زمزمه برای خودش میکنه و فکر میکنه صداش هم خوبه، باید یه ده با آدم بگن. میگفتن. آها، پس زمزمه نمیکردن. میگفتن. گاهی هم برای دیگران میخوندن. بچه‌ها میگفتن، اتفاقا مهمونی میکردن و من گیلاس خیلی دوست داشتم. مخصوصا من بچه که بودم توی اینا به حساب خواننده‌شون من بودم، میرفتن برای من گیلاس می‌خریدن میآوردن که من بخورم و بخونم واسه اینا. پس اینطوری بوده، همینطور زمزمه خالی نبوده. آخ من مادرم صداش خوبه. خب پس اونم که دیگه هیچی ارسی بوده. پس ارسی من مادرم خیلی قشنگ میخوند، موقعی که مثلا میشه خود وصل پینه که میخواست بکنه میخوند، ما میرفتیم اپوش در گوش میدادیم که اگه ما صدای ما رو میشنفت دیگه نمیخوند. خب شما اهل آذربایجان هستید؟ بله. اینطور از تای لهجتون من میفهمم. بله. و خودتونم بارها گفتید. شما اول چطور با خوانندگیتون با آهنگای ترکی شروع نکردید؟ چرا؟ اول با اونا شروع کردیم. گفتین آن بامو بلند خوندم اول. با ترکی میخوندیم، بعد اولین فارسی اولین که خوندیم که خواستیم بخونیم. خب پس حالا اینجا ما فهمیدیم که شما از آهنگای ترکی هم بله برای هموطنهای آذربایجانیمون که الان صدای ما رو در استان آذربایجان میشنوند و اونهایی که مقیم تهران هستن، الان که ما اینو گفتیم و در تمام ایران پراکنده هستن بفهمن شما یه روزگاری ترکی میخوندین و کارتون رو با خوندن ترکی شروع کردین و اهل آذربایجان هم هستین، تو این گفتگومون یه خط ترکی نخونین بهشون بر میخوره. چشم میخونم. خواهش. بولاق باشنده دورما بولاقی بولان دورما من ایسانا vermez der gözlerin dolanırma su adıyla ahmasın kenarını yıkmasın o gözlerin tembihin bana böyle bakmasın hala göz hayala göz yüreğimi çalala göz hala göz ayala göz yüreğimi çalala göz. خیلی متشکریم خانم. فکر نمیکنید که ما چیزی از شما سوال نکرده باشیم؟ شما خودتون بخواید بگید این مطلب رو. من راستش حقیقتش بخواین، من بعد از مدت ها شما دیدم واقعا آقای نوذری، اصلا همه چیز یادم رفته از خوشحالی. خیلی ممنون. واقعا خوشحالم. خیلی ممنونم. خب خانم ما میخوایم از شما خداحافظی کنیم، وقتتون رو بیشتر از این نگیریم. آخ چه بد. چه بد که میخوایم بریم. خب همونطور که قول دادم انشالله در برنامه های آیندهمون از هنر شما در برنامه‌مون استفاده خواهیم کرد میشه. و شما رو میبریم به رادیو که با ارکستر برامون بخونید. فکر میکنم بهترین کاری که میتونیم برای حسن ختام گفتگومون بکنیم این است که یکی از صفحات شما رو، گرچه ممکنه که خیلی خرخر داشته باشه، به عنوان حسن ختام برنامه‌مون پخش بکنیم با اجازتون. خیلی متشکرم. خداحافظ شما. خداحافظ. Thank you.
بر سر بالین من است دیدن روی مهت باعث تسکین من است Hey, y'all, let's move that doggy.